و ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. هزاران تن از باشندگان کابل با راه اندازی گرد همایی حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده و حملات اسرائیل بر فلسطینی ها را شدیداً محکوم نمود. شرکت کنندگان در این گرد همایی از کشورهای اسلامی خواستند تا در مقابل رفتارهای ظالمانه کفار دست به دست هم داده و در مقابل آنها مبارزه کنند. در این مورد با مهمانم آقای رامش سالمی، آگاه رابط بین الملل که از آمریکای خط اسکای با ماست، بس میکنیم. سالمی صاحب سلام، خوش آمدید به خبر هشت. تحلیل شما از جنگ اسرائیل و فلسطینی ها چی است؟ آیا این جنگ باید جنگ که اسرائیل و فلسطینی ها دارن با هم و واکنش های کشورهای اسلامی را برانگیخته، میخوایم دیدگاه شما را داشته باشیم که آیا این حملات اسرائیل به غزه را شما محکوم میکنه؟ درود به شما بینندگان ارجمند. منازی اسرائیل ها با اعراب برمیگردن در سال 1948، یک منازی در ناکه که در او زمان آغاز شد و متاسفانه کشورهای زیاد در طول نزدیک به 70 سال یعنی کار کردن تا با یک راه حل منصفانه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها پیدا کنند که متاسفانه چنین نشدن. کشورهای زیاد در واقع روند بسیار منفعلانه را در این مسیر پیمودن، نه به صورت مشخص مشکل که فلسطینی ها داشتن اونو را هم حل نکردن و از طرف دیگر بحرانی که در اسرائیل به وجود آمد و مشکلات متواتری که فلسطینی ها احساس میکنن، در واقع کمکان دامن جامعه بین المللی را گرفته است، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی و از طرف دیگر گروه های زیاد در واقع احتمال دارد که در این نبرد خونین بپیونده و این میتونن وضعیت جامعه بشری را از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی و سایر پرومترهای موجود جامعه بین المللی به مخاطره بیندازن. چیزی که در این میان مهم است این است که خب راه حل مهمی وجود داشتن بین فلسطینی ها و بین اسرائیل که چنین نشدن، این راه حل پیدا نشدن. غزه مدت هاست که در محاصره هست و تحت شدید بحران اقتصادی به سر میبره و از طرف دیگر مرز رفرم مصری ها مدت هاست که برای فلسطینی ها بسته کرده است و از جنوب هم در واقع جنوب لبنان که متصل است با غزه هم تحرکات حزب الله را شاهد هستیم. یعنی امروز جنگ وارد ششمین روز شدن و این میتونن ابعاد جدید بحران را در خاور میانه و در میان بازیگران کلیدی رقم بزنن. درست. در این میان ملامت و سلامت که از آقای سالمی، زمانی که بحث منازعه اسرائیل و فلسطینی ها را ما مطرح میکنیم، شما هم گفتین که این منازعه از سال 1948 شروع شده، خواست ها چی از مشخصا و چرا یک راه حل وجود نداره؟ خب اساسا این گونه است مسائل که فلسطینی ها یک بخشون یعنی نمیپذیرن وجود کشور به نام اسرائیل را. یک بخش از فلسطینی ها میپذیرن در واقع که بعد اسرائیل در کنار کشور مستقل فلسطینی ها وجود داشته باشه، چیزی که آقای محمود عباس رئیس خودگردان فلسطینی زام داشتن. و تلاش بخش از فلسطینی ها این است که در واقع حقانیت حقوقی و تاریخی فلسطینی ها باید به رسمیت شناخته شود و جامعه بین المللی باید پایان دهند، یعنی به اکثر از اراضی اشغالی که توسط اسرائیل ها اشغال شده در این منطقه، به عنوان مثلا بلنده های جولان، بخش از غزه، بخش از خاک فلسطین، که نه باید برگردانده شد به فلسطینی ها، که هم اسرائیل در این میان منفعلانه حرکت کردن. یعنی در گذشته بحرانی که حتی در سالهای 1948 بعد کشورهای زیادی در واقع بخشی از کشورهای عرب کنار اسرائیل ایستاد شدن، بخشی از کشورهای عرب کنار فلسطینی ها ایستاد شدن. یعنی حتی در جامعه مدرن عرب ما یک دیدگاه متوافق قولی را نمی بینیم که برای یک راهکار دراز مدت کنار فلسطینی ها ایستاد شد. و از طرف دیگر
غزه یک منطقه بسیار حساس است که نزدیک به 2 میلیون در واقع در این شهر زندگی می کند و از طرف دیگر راه‌های مواصلاتی غزه به شدت محدود است، یعنی گذرگاه رفح که با منتهی میشن با میسر و از طرف دیگر آب‌های مدیترانه به شدت کنترل میشه توسط اسرائیل. های منطقه هم وارد مورد مناقشه و تنش بودن از اون زمانی که حماس به قدرت رسیدن. خب تلاش حماس به این هست که در واقع ما وجود اسرائیل را نمیپذیریم و نباید کشور به نام اسرائیل وجود داشته باشن و این بحرانی بسیار در واقع پیچیده است. از طرف دیگر و دیدم میشه که آقای سالم دیدم میشه که حالا حماس حمایت میکردن به نحوی درست. اگر کوتاه اشاره بکنین چون فرصت کم داریم، راه حلی هم وجود داره این منازعه؟ من فکر میکنم راه حل وجود دارن و دو دولت مستقل هم دولت فلسطین به رسمیت شناخته شده و سوی جامعه بین المللی و هم دولت اسرائیل. بنان این دو راهکار میتونن در شرایط فعلی، اما برنمیگردیم به مسائل تاریخی و اون مقدسات که در این میان مطرح هست، در شرایط فعلی میتونن بحران را کاهش ده و میتونن از جنگ بیشتر و از خونریزی بیشتر جلوگیری کنن. درست، ولی یک احتمالی هم وجود داره که مسئله فلسطین و اسرائیلی ها به بنبست خورده، چون ما عملا شاهد حمایت آمریکا از اسرائیل بودیم و حمایت بعضی از کشورهای اسلامی از فلسطینی ها و حالا صفا مشخص میشه. اگر کوتاه اشاره بکنید. بله، اگر جنگ تزدمینی صورت بگیرن، اگر اسرائیل ها بخواهند وارد غزه شوند که امروز ششمین روز هست، در واقع احتمالاً حزب الله وارد این جنگ خواهد شد. اگر حزب الله وارد این جنگ شوند، به احتمال زیاد ایرانی ها از طریق بلندی های جولان مداخله نظامی خواهد کرد و این میتونن ابعاد جدیدی از جنگ را در این سرزمین رقم بزنن. تشکر آقای رام سالمی، آگاه رابط مملکت از امریکا به ما بودن. سپاسگزار که وقت گذاشتید. تشکر. و ممنون که بیننده خبر 8 بودید. خبرها در همینجا با پایان میرسد. خدا نگهدار.